السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امیدوارم شما کلتان صحتمند هستین. ما میخوام که در این مسئله بحث کنم و همراه شما صحبت کنم. مسئله عبدالرحمن فاتح، یک برادر که دعیس از ولایت هرات فکر میکنم، خصوصا زیاد پروگرامشان درباره زندگی جور کردن است و چطور میتونیم که به الله و رسول نزدیک شویم. همچنان به همراه شفیعار زیاد بحث داشته و نتیجهش در روزا یک ویدیوش یگان کلیپش در مارکت برآمده آنلاین و زیاد مردم در باره نظر دادن. به شمول شفیع عیار نظر خود داده مثل همیشگی و مولانا شیخ میابخشی که نظر ازون بسیار به ما ضرورت بود، مفید بود، باید مشنویدیم، و ما من نظر خود داد و هم گفت که این موضوع فوتو شاف نمیشه و این بسیار مسئله جدی است. ما میخوایم سر یک مسئله جدا بحث کنم. میخوایم سر دو مسئله بحث کنم. مثلا یک برادر خواهر عزیز ما، این را بگویم که کل ما اشتباه نمی کنیم. این را نمیگم که اشتباه کرده نکرده، این مسئله جداست. این را نمیگم که این کار شده نشده، فقط این را میگم کل ما اشتباه میکنیم و نمی کنیم. میکنیم بدون شک. ما گناه میکنیم و نمی کنیم بدون شک میکنیم. خاطر تعریف انسان است، هیچ امکان نداره از ما اشتباه نشوه. لیکن احساس کو خودت یک گناه کردی، خودت یک اشتباه کردی و آل مردم بیان او اشتباه خودتا برن پخش کنن، آل ایه بو که او به خودت کمک میکنن، به جامعه کمک میکنن، یک خبر خوش برشان میدن و یک بدبختی، بیتفاقی، جهالت هستی، کدامش هست؟ بخاطر به حیث مسلمان الرسول صلی الله علیه و سلم گفته اگر شما سر یک اشتباه یک مسلمان پرده بندازین، الله سر اشتباه شما پرده بندازه. همینطوری سو نیست. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان آیات قرآن هم است در سوره حجرات که هر پیغام به شما رسید از یک منافق فاسق انسان، او را چک کنین پیش که شما پیش برین. آلی این پیغام برادر عزیز ما عبدالرحمن فاتح به ما رسیده از کی؟ از انسان که کثیف، بی مانا، بی علم، بی وجدان، بی اسلامیت، انسان بی اتفاق، انسان خودخواه، انسان نارسیسیست، انسان ریسیست، شفیع یار به ما رسیده. باز ما گرفتیم بگیم آه شد پیغام به ما رسید و همینطوری هست. آیا اول شما میفهمین که این پیغام به شما رسید؟ اول شفیعار چی حق داره که این ویدیو رو بندازه؟ چی حق داره؟ و باز دویم جالب به ما چیز که چطور افغانای ما میتونن که یک کسی مثل شفیعار گپش بشنوان، ویدیوش ببینن؟ یک کسی به رسولشان بد میگه، یک کسی به قرآنشان بد میگه، یک کسی به وجدانشان بد میگه، یک کسی به ارزششان بد میگه، یک کسی که هیچ مسلمان نیست. به نظر شخصی ما تکفیر نمیکنم، شفیعارش مسلمان نیست. گپایش که شنیدیم، گپایش که دیدیم هیچ مسلمان نیست. و ما چندین دفعه بر چلن دادیم که حبیبی در هر جای که هستی واقعا مرد هستی، میخوای درباره اسلام صحبت کنی، میخوای درباره مسلمان ها صحبت کنی، بسم الله و تعالی در هر جای دنیا که هستی، امریکا، اروپا، افغانستان، حاضر هستم بیا بحث کنیم. ما ایان گفتیم که مصرف تکیتت، مصرف ونیو، کدام جایی که کرا گرفته میشه، مصرف مردم نان دادن، کلش در رحمت الله نوروز، لیکن بازم حاضر نیست. این یک پروژه است که ویدیو من دازه و مردم میبینن دیگه چی کار میکنن. یقین به خدا ما میفهم که هر روز نیم ساعت جو ویدیو جور کردن یا هر هفته یا هفته دو دفعه زیاد کار میخواه، لیکن او یک انرژی داره، وقت داره، بخاطر اینکه این کارش است که باید پول پیدا کنم زیرا. لیکن ما افغانا واقعا مردمی هستیم که چیز مشنویم، تجلیل نمی کنیم، پیش میریم. خو یک بخشی که از نگاه اسلام و از نگاه انسانیت، شرافت انسانی، ما هیچ حق نداریم که گناه کسی را در فیسبوک بندازیم و او را مشهور کنیم. خو باز مولانا میابخشی او میگه فوتوشاپ شده را میتونه، نه فوتوشاپ، نه فوتوشاپ میگه، فوتو و شاف یک چیز دیگه گفت، جالب بود ما زیاد ما کمی سرخندم کردیم. باز مردم گپ زوره
میگیرن و میگن راستی ببین امین توریست. افهم همین بتفاقی سر یک دیگه بکس زدن، خراب کردن، قنچ کردن ما را کجا خواد برد؟ چرا ما نمیتونیم که تعریف انسان را بشناسیم؟ چرا ما نمیتونیم که دوست دشمن خود را بشناسیم؟ چرا ما نمیتونیم که یک انسان مسلمان به همراه اشتباه را بشناسیم؟ و چرا ما نمیتونیم که انسان عاشق، دیوانه، یک انسان که هیچ نتیجه به کشور نداره، هیچ خدمت و هیچ کدام ارزش به هیچ بنا نداره بدون از یک انسان است، بدون از یک افغان است، چرا ما نمیتونیم این فرق کنیم؟ برادر خواهر عزیز ما، این تعریف انسانی است که نمبر 1 ما اشتباه میکنیم، نمبر 2 با نمیفهم سر حقیقت. اگر امروز تلفن ما حک شوه، ما برای خانم صحبت داشتیم، ما برای خانم عکس کشیدیم، ما برای خانم 1,000,000 دفعه مزاق کردیم، من خانه زیاد مزاق میکنم و او برای آنلاین ببینه رحمت الله چی میکنه، مردم چی فکر کردن، چرا باید این کار شوه؟ دوم، یک نفر که ماشاءالله سالها سالها در دعوت و در تبلیغ و به شما نصیحت کرده، امروز یک ویدیوش برای ما ثبوت هم نیست که او ویدیو از کدام درک است، فیک است، ریل است، درباره همراه خانم خود صحبت کرده، همراه کی صحبت کرده، چه رقم است، هیچ ثبوت نیست، با ما هیچ ارزش نداره. والله اگر بیخی راست هم باشه ما ارزش نداره، بخاطر ما میفهم انسان اشتباه میکنه، او ملائک نیست. باز ببریم ببینین که اینطوری، باز بگیم که خب ماشاءالله مولانا بخشی درست است، شفیار درست است و ای برادر فاتح غلط است. نمیفهمین شما که دشمنای اسلام تا کدام حد، تا کدام پایین شدن، تا کدام به ارزش ماناش کردن یک انسان میتونن کار کنند. شما این را میفهمین و خصوصا در بخش میدیا نصیحتم برات خواهد بود، اول بتفاقی را پیش نبیارین. ببینین کسی که به دینتان، به اسلامتان، به افغانتان نزدیک است، او را به سینه خود نزدیک کنین. کسی که به الله و رسول بد میگه، او را از خود دور کنین. و کسی که لوفری و لوچکی و فاشیزم و چی را پیش میکنه، او را از خود دور کنین. و برادرتان که مردم نیک هستن به امره اشتباه یا بدون اشتباه، یا اشتباهش برتان معلوم است یا نیست، او رو بسنده خدا نزدیک کنین. انشالله دهی کامی بیتان است. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.